سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدید. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر برات هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری ویدیوتون رو داخل تیترتون بذارین و این اینترو باحال و باهاش درست کنید. پس اگه دوست دارین این افکت خیلی جذاب رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگه از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. همونطور که گفتیم و اول ویدیو دیدین، امروز میخوایم یاد بگیریم چجوری ویدیومون رو داخل یه متن قرار بدیم و ازش توی اول پروژه‌مون میتونیم استفاده کنیم و ویدیومون رو خیلی جذاب‌تر کنیم. این افکت خیلی کاری نداره و خیلی ساده است، فقط این چند تا مرحله‌ای که بهت میگم و با دقت با من انجام بده. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم بزنیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که ویدیومون رو به تایملاینمون اضافه کنیم و بعدش متنی که می‌خوایم روش بنویسیم. برای اضافه کردن متن هم میتونستیم از این گزینه تیپ تولزمون استفاده کنیم یا از منوی گرافیکس اند تایتل و نیو لیر میتونستیم یه لایه متنی اضافه کنیم. من اینجا اسم خودم رو مینویسم و حالا شما میتونین هر اسمی که خواستین رو اینجا قرار بدین. برای اینکه بهترم بتونیم این لایه متنیمون رو مدیریتش کنیم، میتونستیم از پنجره ویندوز پنل اسنشیال گرافیکس رو فعال کنیم یا از ورک اسپیس همون قسمت کپشنز اند گرافیک رو اگه میزدیم برامون این پنل اسنشیال گرافیکس باز میشد و میتونستیم لایه متنیمون رو به راحتی مدیریت کنیم. از اینجا من لایه متنیمون رو میارم وسط صفحه‌مون قرار میدم، یکم سایزش رو بزرگتر میکنم و مجدد میارمش وسط صفحمون. بسیار عالی. و لایه متنیمونم هم اندازه لایه تصویرمون یا ویدیومون میکنم و از پنجره افکس افکت ترک میت کی رو اضافه میکنیم. اگه این افکس هم نمیدیدین از منوی ویندوز میتونستیم اونو به راحتی اضافه کنیم. من اینجا ترک میت کی رو سرچ میکنم، همونجور که میدین ترک رو زدم برام اوورد این افکت رو و این افکتمون رو روی لایه ویدیومون با یه درگ ساده قرار میدم. و همونطور که میدین الان توی پنجره افکت کنترولز این افکت اضافه شد و اینجا تغییراتی که میخوام و میتونم به راحتی اعمال کنم. اگه پنجره افکت کنترولز هم نمیدین، از منوی ویندوز میتونه اونو به راحتی فعالش کنه. حالا برای اینکه این افکتمون رو درست کنیم باید چیکار کنیم؟ باید از این گزینه میت اینو روی ویدیوی دوممون قرار بدیم یا همون لایه متنیمون قرار بدیم. ما همونطور که می‌بینید الان ویدیومون رو انداخت پشت متنمون و انگار ویدیومون داخل اون متنمون قرار گرفته. من میتونم یکم متنمون رو کوچیک‌تر کنم الان مجدد، بیام از اینجا سایزش رو یه مقداری کوچیک‌تر کنم تا اندازه ویدیومون بشه، میارمش وسط صفحه مجدد. بسیار عالی. و به همین راحتی مرحله اول افکتمون رو درست کردیم و اصل کارمون رو تقریبا درست کردیم و حالا برای این لایه متنیمون باید یک کی فریمی درست کنیم مثل اون چیزی که اول ویدیومون دیدیم. و برای کی فریم درست کردنم اگه یادتون باشه از پنجره افکت کنترل و این موشن میتونستیم کی فریممون رو درست کنیم. ما این کی فریم رو بعد برای لایه متنیمون درست کنیم، پس حتما دقت کنین که لایه متنیمون فعال باشه و سلکت باشه. و اگه یادتون باشه اول ویدیو یه مقداری سایز این نوشتمون اولش بزرگ بود و یکم بعدش کوچیک میشد، پس این کی فریم رو با هم دیگه میسازیم. اول ویدیومون میریم و با این گزینه اسکیل یه مقداری متنمون رو بزرگتر میکنیم، مثلا در این حد، و کی فریممون رو اینجا فعال میکنیم و چند ثانیه جلوتر مثلا ثانیه سوم میتونیم اینجا اسکیلمون رو ریسیت کنیم و برگردیم به همون حالت قبلیمون. همونطور که میدین اینجا به طور اوتوماتیک برامون کی فریم رو ایجاد کرد. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در اومد. من میرم ابتدای ویدیو و پخش میکنم ویدیومون رو و همونطور که میبینین اول ویدیومون این حالت رو داشت و الان
به راحتی تونستیم با این کی فریمی که ایجاد کردیم این افکت رو درستش کنیم. برای اینکه یکم کارمون نرمتر باشه با رایت کلیک روی این کی فریم ها و گزینه ایز این و ایز اوت میتونیم این کارمون رو نرمتر کنیم. روی کی فریم دوممون ایز این رو میزنیم و روی کی فریم اولمون ایز اوت رو میزنیم. حالا اگه بریم ویدیومون رو ببینیم میبینیم که به صورت خیلی نرمتری برامون این کی فریم ها رو انجام میده و از اون حالت کامپیوتری یکم در میاد. خیلی عالی شد. حالا شما با سلیقه خودتون میتونید یکم این کی فریم ها رو جابجا کنیم، مثلا ببرینش عقب‌تر تا این افکتمون یکم دیرتر انجام بشه و میتونید یکم بیارین جلوتر و این افکتمون سریعتر انجام بشه. من یکم میارم جلوتر رو پلی میکنم میبینیم که سریعتر این کار برامون انجام داده شد. و حالا دوباره از پنجره افکت، افکت بیسیک 3D رو ما سرچ میکنیم و این دفعه این افکت بیسیک 3D رو به لایه متنیمون اضافه میکنیم. و اگه یادتون باشه مثل ویدیویی که اول این قسمت دیدیم، متنمون بزرگ میشد و میتونستیم تصویرمون رو کامل ببینیم و برای این کار باید کی فریم بسازیم و یه حالت زومی انجام بدیم و ما این زوم رو با استفاده از این ابزار بیسیک 3D و این افکت بیسیک 3D انجام میدیم تا یکم کارمون حرفه‌ای‌تر بشه. الان از این پنجره افکت کنترلز میتونیم بیسیک 3D رو ببینیم و افکتی که میخواییم رو اعمال کنیم. ما یه گزینه اینجا داریم به اسم دیستنس تو ایمیج، یعنی فاصله تا تصویر، و اینجا میتونیم یه کی فریم ایجاد کنیم. مثلا من میرم یکم جلوتر، ثانیه مثلا همون پنجمون، و کی فریم اینو فعال میکنم و مثلا تا ثانیه هشتمون میتونیم اینجا اینو کم کنیم و این حالت زوم رو انجام بدیم تا تصویرمون به طور کامل مشخص بشه. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در اومد. من با استفاده از کلید تیلدا این پنجره پروگراممون رو بزرگ میکنم و از اول ویدیومون رو پخش میکنم و ببینیم به چه صورتی در اومد. اینجا اومد عقب و یه چند ثانیه صبر کرد و اینجا با حالت بیسیک 3D زوم کرد و ویدیومون به صورت خیلی قشنگی نمایش داده شد و به همین راحتی تونستیم این افکت رو اعمال کنیم. میتونیم حالا این کی فریم ها رو یکم جابجا کنیم و سرعت این افکت رو کم و زیاد کنیم و برای اینکه نرم‌تر بشه مجدد من روی کی فریممون کلیک میکنم و اینجا ایز این رو میزنم و روی کی فریم اولمون ایز اوت رو میزنم. یه نکته ای هم که حالا بهتون بگم برای اینکه کیفیت کارمون یکم بهتر بشه، اگه من اینجا بیام عقب‌تر، همونجوری که میبینین اینجا وقتی داره زوم میشه این گوشه های کارمون یه حالت تیز و شارپی داره و خیلی حالا جلوه قشنگتری نداره. معمولا وقتی زوم میشه یه حالت ماتی پیدا باید بکنه. برای اینکه این حالت هم درست کنیم از پنجره افکتمون میتونیم گاسیان بلر رو اضافه کنیم. من اینجا سرچ میکنم یه افکتمون رو و میتونم به راحتی اونو درگ کنم و روی این فایل متنیمون قرار بدم و با این افکت میتونیم یه حالت بلر و تاری به متنمون بدیم و خیلی متنمون رو قشنگتر کنیم وقتی داره زوم میشه. میریم از پنجره افکت کنترل این افکتمون رو پیدا میکنیم و میریم روی این کی فریم اولمون. وقتی داره متنمون بزرگ میشه دقیقا اینجا هم یه کی فریم ایجاد میکنم من و بعدم میرم روی کی فریم بعدیمون و این بلورینس رو از اینجا من اگه زیاد کنم اون گوشه های تیز تصویرمون رو حالت بلور میکنه و یه حالت محفی بهش میده. من یکم میارم عقبتر که بتونین اون کارمونم ببینین. الان اینجا من بلورینس رو زیادتر میکنم و همونطور که میبینیم گوشه های کارمون داره یه حالت بلوری میشه و یه حالت محوی میشه و کارمون خیلی قشنگتر شدش. من این کی فریممون رو پاک میکنم، میام روی کی فریممون دقیقا قرار میگیرم و اینجا بلورینس رو زیاد میکنم، مثلا روی همون 150 که بود میذارم و حالا اگه یکم من بیام عقبتر میبینیم که این حالت محوی و قشنگ برامون داره و اگه من این افکتمون رو خاموش کنم میبینیم که چقدر حالت تیز و شارپ داشت و الان خیلی کارمون قشنگتر و تمیزتر شد. الان بریم ویدیومون رو از اول ببینیم به چه صورتی در اومد. من این تصویرمون رو بزرگتر میکنم، میرم از اول ویدیومون رو پخش میکنم. بسیار عالی. و اینجا اگه دقت کنین وقتی که زوم میشه متنمون هم یه حالت تاری پیدا میکنه و خیلی کارمون طبیعی تر شد. حالا این کی فریم ها هم خودتون میتونین جابجا کنین. مثلا این کی فریم ها مون رو میتونین دقیقاً بیارین بالای اون کی فریم های دیگه همون قرار بدین و که وقتی اون حالت زوم بکمون انجام شد زوممون هم به سرعت انجام بشه. بریم ویدیومون رو ببینیم اینجوری چجوری میشه
من پخش میکنم ویدیومونو، اینجا تا زومبکمون انجام شد زوممون هم انجام میده و میره داخل تصویرمون قرار میگیره. حالا خودتون بر طبق پروژه‌ای که داریم میتونین اینا رو دستکاری کنین و این افکت جذاب و قشنگ رو روی ویدیوتون اعمال کنین. خب همونطور که دیدین این افکت هم به راحتی تونستیم هم دیگه انجام بدیم و میتونیم ازش توی اول ویدیوامون استفاده کنیم و پروژه‌مون رو خیلی جذاب‌تر و قشنگ‌تر کنیم. اگه دوره آموزشی 0 تا 100 پریمیر منم ندیدی، من لینکش رو این بالا قرار میدم و حالا قسمت‌های مربوط به این ویدیو مثل کی فریمینگ رو میتونی بری از اونجا ببینی و راحت باهاش کار کنی. حتما کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با پریمیر هم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه و این افکت‌های جذاب رو یاد بگیره، حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیو آموزشیمون دیگه طولانیش نمی کنم. تا ویدیوهای آموزشی بعدیمون، خدا نگهدار.